شاید اگر اهل مسائل علمی و روانشناسی باشید، نام چاکرا و چاکرا درمانی به گوشتون آشنا باشه. نوعی تقسیم بندی مراکز انرژی بدن که انرژی های مثبت و منفی بدن رو در بر میگیره و میشه اون رو تقویت کرد یا حتی به عقیده برخی حال آدمی رو دگرگون کرد. در همین راستا پیج 333 داد پرژیا جهت آشنایی شما با مقوله چاکراهای بدن اقدام به جمع‌آوری مطالب و آماده سازی این ویدیو کرده که پیشنهاد می‌کنیم با ما همراه باشید. چاکراها یا مراکز انرژی مراکز هفتگانه قدرتند که در ستون فقرات و در کالبد اسیری قرار دارند و در واقع رابطه بین روح و جسم هستند. چاکرا کلمه سانسکریت و به معنای چرخه. چاکراها مدام در حال چرخش هستند که به اونها نیروی حیات هم میگن و از میان شبکه‌ای از مجراهای باریک به نام نادی در سراسر بدن جریان دارن. در حدود 72,000 نادی در کالبد انسان وجود داره. چاکراها روی نادی اصلی قرار دارن و در سرتاسر ستون فقرات امتداد دارن. چاکراها دوار هستند. برای تماشای ادامه این ویدیو و ویدیوهای بیشتر چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. بدن ما شامل انرژی‌های مثبت و منفی. سمت راست بدن بیشتر حاوی انرژی مثبت و سمت چپ بدن بیشتر حاوی انرژی منفی. این انرژی‌ها بر مسیر چرخشی چاکراها هم اثر می‌ذارن. به نظر میرسه هر چاکرا نام و رنگ به خصوصی داره که به طور مارپیچ از مرکز اون به سمت بیرون در حرکته و به یکی از رنگ‌های رنگین کمان مربوط میشه. هزاران ساله که چاکراها در شرق شناخته شدن و مورد استفاده قرار گرفتن. چاکراهای اصلی مراکز انرژی در حال چرخش هستند که به طور معمول 3 تا 4 اینچ قطر دارند و اعضای اصلی و حیاتی کالبد فیزیکی رو کنترل می‌کنن و به اونها انرژی میدن. چاکراهای اصلی درست مثل نیروگاه‌هایی هستند که انرژی حیاتی رو برای اعضای حیاتی و اصلی تأمین می‌کنن. اگر این نیروگاه‌ها به خوبی کار نکنن، اعضای حیاتی ضعیف یا بیمار میشن، چون برای درست کار کردن انرژی حیاتی کافی ندارند. چاکراهای فرعی قطرشون 1 تا 2 اینچه و چاکراهای بسیار کوچک بخش‌های کم اهمیت‌تر کالبد جسمانی رو کنترل می‌کنن و به اونها انرژی میدن. چاکراها در داخل کالبد فیزیکی نفوذ می‌کنن و در برای اون هم امتداد می‌یابند. چاکراها از دو طریق غده درون‌ریز و سیستم عصبی بر جسم اثر متقابل دارند. در این بخش به معرفی 7 چاکرا میپردازیم. چاکرای ریشه که در پایین ستون فقرات قرار داره و رنگش قرمزه، چاکرای خارجی در پشت و تقریباً 5 سانتی متری زیر ناف قرار داره و رنگش نارنجیه، چاکرای خورشیدی 4 انگشت بالاتر از نافه، به اون گوهر ناف میگن و رنگش زرده، چاکرای قلب در مرکز سینه و در امتداد قلب قرار داره و رنگ اون سبزه، چاکرای گلو در سطح گلو قرار گرفته و رنگ اون آبیه، چاکرای چشم سوم در پیشانی و بین دو ابرو قرار داره و به رنگ نیلیه و چاکرای فرق سر که در بالاترین قسمت سر قرار داره و قوی ترین ارتعاشات انرژی بدن رو زیر نظر داره که رنگ اون بنفشه. زمانی که مجرای چاکراها بسته بشه یا از حالت تعادل خارج بشن منجر به بیماری میشه. سرکوب کردن هر نوع احساسات و عواطف و شوک عصبی و هر نوع ناراحتی و لطمه روحی باعث میشه که چاکراها یعنی مراکز انرژی حیاتی از حالت تعادل خارج بشن. غم و غصه، عصبانیت، حسادت، خودخوری و رنجش صدمه شدیدی به چاکراها میزنه و اونها بسته میشن. برای برقراری تعادل مجدد باید فوراً هر نوع احساس ناخوشایند خود رو شناسایی و هر نوع انرژی منفی رو رها کنید تا چاکراها بتونن دوباره متعادل بشن. جذب، گوارش و توزیع انرژی حیاتی در بخش‌های مختلف بدن بر عهده چاکراهاست. کنترل، تقویت و مسئولیت درست کار کردن کالبد جسمانی و اعضای مختلف اون رو بر عهده دارن. غده درون ریز به وسیله بعضی از چاکراهای اصلی تنظیم میشن و انرژی میگیرن. با کنترل و دستکاری چاکراهای اصلی میشه غده درون ریز رو تحریک یا مهار کرد. تعداد زیادی از ناخوشی‌ها تا حدودی ناشی از خوب کار نکردن چاکراها هستند. بعضی از چاکراها مراکز استعدادهای روانی هستند. فعالسازی چاکراهای خاص ممکنه باعث توسعه یافتن استعدادهای روانی خاصی بشه. برای مثال چاکراهای کف دست برای فعال کردن آسون‌ترین و امن‌ترین چاکراها هستند.
با فعال کردن چاکراهایی که در مرکز کف دست‌ها قرار دارن، فرد میتونه توانایی خودش رو در احساس کردن انرژی‌های لطیف، حاله درونی، حاله تندرستی و حاله بیرونی توسعه بده. این کار با تمرکز کردن به سادگی انجام میشه. تمرینات و تکنیک‌هایی که میتونه این مراکز رو فعال کنه متعدد و ویژه هستن و نیاز به کسب مهارت طی چند ماه تا چندین سال دارن. توانایی و قدرت‌های حاصل از فعال شدن انرژی چاکراها کرامت یا سیدهی نامیده میشه و به معنای قدرت‌های روحیه. در ادامه در ویدیوهای بعدی به بررسی تک تک چاکراها میپردازیم.